وين بالشارع هاي الاسعاف الاطفال وقفوا بيه؟ اینجا شهر القائم است در عراق، در فاصله 350 کیلومتری شمال بغداد. یکی از اهداف حمله هوایی شبانه آمریکا، ساختمان‌های تخریب شده و خودروهای سوخته در پاسخ به حمله به پایگاه و پرسنل نظامی آمریکا در خاورمیانه. مقام‌های عراقی حمله هوایی آمریکا را به شدت محکوم کردند و گفتند دست کم 16 کشته و 25 زخمی به جا گذاشته و در میانشان غیر نظامی‌ها. وزارت خارجه عراق در اعتراض کاردار آمریکا در بغداد را احضار کرد. نخست وزیر عراق در پیامی گفته ائتلاف نظامی به رهبری آمریکا امنیت و ثبات در عراق را تهدید می‌کند. سخنگوی نیروهای مسلح عراق هم گفته این حمله ها دولت عراق را تضعیف می‌کند. در زمانی که عراق برای تضمین ثبات در منطقه تلاش می‌کند، شهر القائم و مناطق مرزی مورد حملات هوایی نیروی هوایی آمریکا قرار می‌گیرد. این حملات نقض خودمختاری عراق است و تلاش‌های دولت عراق را تضعیف کرده و می‌تواند عراق و منطقه را به عواقب ناگواری سوق دهد. یکی از ساکنان این محله در شهر القائم عراق می‌گوید سال‌ها بعد از شکل‌گیری نیروهای نظامی و شبه نظامی، دولت مرکزی عراق هنوز برای انتقال این نیروهای نظامی و ساختمان‌ها به مناطق دیگر کاری نکرده. در نتیجه حمله هوایی آمریکا، تجهیزات و راکت‌های در این ساختمان‌هایی که دست هشت و شبی ذخیره بود منفجر شدند. ترکشاش به مناطق مسکونی خورد و ساختمان‌ها و اموال مردم خسارت دید. یه نفرم شهید شد. بارها از نهادها و مقام‌ها خواستیم مراکز نظامی را از مناطق مسکونی جمع کنند. در سوریه مقامات در نخستین ساعات پس از حمله آمریکا واکنش شدیدی نشان دادند. وزارت خارجه این کشور در بیانیه‌ای گفته حملات آمریکا یک بار دیگر ثابت کرده که نیروهای نظامی کشور صلح و امنیت بین‌المللی را تهدید کرده و آتش درگیری در منطقه را شعله‌ور می‌کنند. همزمان در تهران هم با اینکه رسانه‌های نزدیک یا وابسته به حکومت با سکوت زمینی این حمله را بازتاب دادن، سخنگوی وزارت خارجه آن را ماجراجویانه و خطای راهبردی آمریکا دانست که به تعبیر او جز تشدید تنش و بی‌ثباتی در منطقه نتیجه ای نخواهد داشت. در اروپا همزمان و در حاشیه این نشست وزیران خارجه 27 کشور عضو اتحادیه اروپا در مورد وضعیت نگران کننده خاورمیانه، وزیر خارجه لهستان گفته نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی با آتشی بازی کردند که حالا در آن می‌سوزند. در همین جا جوزف بورل هشدار داد که رویدادها در خاورمیانه به صورت زنجیری به هم متصل است. وضعیت بحرانی در کل خاورمیانه و منطقه زندگی می‌کنیم. تنها غزه نیست و تا زمانی که جنگ در غزه ادامه دارد، بهبود وضعیت در دریای سرخ بسیار دشوار است، زیرا رویدادها مانند زنجیر به هم متصلند و بر هم تأثیر می‌گذارند. بریتانیا متحد نظامی آمریکا در حمله به حوثی‌های یمن با اینکه در این بمباران‌های هوایی مشارکت نداشت، اما به طور کامل از آن حمایت کرد. دولت گفت بریتانیا متحد استوار واشنگتن است و از حق آمریکا در دفاع از خود، منافع و شهروندانش حمایت می‌کند. در آمریکا جو بایدن رئیس جمهور این کشور به شهر دلاور در ایالت دلاور آمده برای ادای احترام و شرکت در مراسم خاکسپاری 3 پرسنل نظامی که در حمله‌های چند روز پیش به پایگاه آمریکا در خاورمیانه کشته شدند. در حالی که رئیس مجلس نمایندگان آمریکا و شماری از نمایندگان جمهوری‌خواه سیاست دولت بایدن در مماشات با جمهوری اسلامی را شکست خورده توصیف کردند، بایدن وعده داده به این حمله‌ها ادامه می‌دهد. شهره جولانی، لندن.